অত <laughs> অগt <laughs> به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که هر کجایی که هستید جور سالم و صحتمند باشید به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از اینکه درس امروز شروع کنیم شماره واتساب به شما اعلام میکنیم از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید شماره ما هسته 20964 780 255 413 شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید اگر آماده هستید با انرژی هرچی تمامتر درس امروز با همدیگه آغاز کنیم خب شاگردای عزیز امروز قصد داریم فصل چهارم با موضوع فشار با هم دیگه شروع کنیم که امروز قصد داریم در رابطه با مفهوم فشار و طریقه محاسبه فشار با شما عزیزان صحبت داشته باشیم اما قبل از این و یک مروری داشته باشیم بر درس جلسه قبل در جلسه قبل ما در رابطه با توان صحبت کردیم در فصل سوم دیگه آخری فصل در رابطه با توان صحبت کردیم خب تعریف توان چی بود شاگردای عزیز فرمول محاسبه توان چی بود گفتیم که اگر کار انجام شده را شما تقسیم بر زمان انجام کار کنید توان به دست میاد خب فرمولش چی بود فرمول با هم بنویسیم فرمول به این صورت بود دیگه P نشاننده توان بود مساوی بود با W بر تی دیگه سعی این توان نشان میداد دبلیو کار رو نشان میداد کار انجام شده و تی هم زمان رو به ما نشان میداد خب واحدش چی بود؟ گفتیم واحد کار که جول هسته دیگه واحد زمان هم که ثانیه میشه جول بر ثانیه واحد توان که ما این را با وات نشان میدیم که از این به بعد گفتیم واحد توان ما چی هستن؟ وات هسته یک مثال ساده حل کنیم که یک مرور باشه بر این فرمول میگیم که یک شخصی یک جسمی به وزن 1200 نیوتن این جسم به ارتفاع پنج متر یعنی جا به جایی ما پنج متر در زمان دو دقیقه بالا میبره پس زمان هم به ما داده دو دقیقه و ما حواسمان هسته که همیشه زمان بر حسب ثانیه و ما باید تبدیل انجام بدیم پس میگیم دو دقه هر دقه 60 ثانیه دیگه شما ضرب در 60 کی کنین برابر با 120 ثانیه میشه دیگه صحیح اطلاعات مسئله هی. حالا گفته که توان برای ما دریافت کن توان شخص چه قصه فرمول می نویسیم میگیم که پی مساوی میشه با دبلیو بر تی خب کار انجام شده توان مجهول دیگه باد کار حساب کنیم خب کاری که مستقیم به ما نداده اما ما تعریف کار رو میدانیم میشه قوه از ضرب جابجایی. جایی خب قوه ما اینجا قوی وزن دیگه پس 1200 نیوتن نه 1200 نیوتن ضرب در جا به جایی ما هم که 5 متره. 5 هم قرار میدیم زمان به ما داده دو دقیقه و ما تبدیل کردیم دیگه شد 120 ثانیه پس میگیم که 120 هم اینجا قرار میدیم اختصار اگه شما انجام بدین میگیم که این برابر با 10 میشه ده هم در پنج کنیم برابر با پنجا میشه واحدش چی میشه؟ واحدش وات میشه دیگه سیستن پس پنجا وات میشه توان این شخص مزبور اما مفهوم فشار چی هست شاگرد عزیز؟ شما نگاه کنید که وقتی که شما در فصل زمستان که هوا سرد برف باریده شما اگه با بوتهای نکتز روی برف ها قدم بزنید میزان فرو رفتگی خودتان داخل برف نگاه کنید یک بار دیگه با بوتهای پهندتر روی ها قدم بزنید در کدام حالت شما بیشتر در برف فرو میرید مسلما زمانی که بوتهای نکتس پوشیدید دیگه یا شما روی تشک خوابیدید دیگه وقتی که روی تشک خوابیدید میزان فرو رفتگی تشک نگاه کنید یک بار دیگه روی تشک استاد شوین ببینید در کدام حالت تشک بیشتر فرو میره مسلما زمانی که شما روی توشک استاد شدین نسبت به زمانی که روی توشک خوابیدین شما فرو رفتگی بیشتری در توشک دارین خب اینجا یک مفهومی یک کمیتی رو معرفی میکنیم به نام فشار خب شاید عزیز فشار فرمول محاسبش به چی صورته میگیم که فشار فرمول محاسبش به این صورته که قوه که به صورت عمود وارد میشه بر سطح اگر تقسیم بر مساحت سطح کنید میزان فشار رو میتونیم دریافت کنیم این فرمول با هم دیگه بیشتر بررسی کنیم روی تخت سیاه خب توجه کنید میگیم که فشار رو اگر خواستیم دریافت کنیم میگیم قوه که به صورت عمود وارد میشه این خیلی مهمه قوه حتما باید به صورت عمود وارد شه تقسیم بر مساحت سطح میکنیم اینجا میتونیم کمیت فشار دریافت کنیم حالا اینا رو به اساس یک فرمول میخوایم در بیاریم میگیم فشار اگه ما با P نمایش بدیم قوه رو با F نمایش بدیم و سطح هم با A نمایش بدیم میشه P مساوی با F بر A فرمول محاسبه فشار خب واحد از ای چی میشه؟ واحد اف قوه شما میدانید دیگه چی بود؟ آفرین بر شما واحدش نیوتن بود دیگه تقسیم بر واحد سطح یا واحد مساحت چی بود؟ آفرین متر مربع دیگه پس میشه نیوتن بر متر مربع واحد فشار که ما به افتخار آقای پاسکال دانشمند فیزیک میگیم که واحد فشار برابر با پاسکال میشه پس اگر شما یک نیوتن تقسیم بر یک متر مربع کنید یک پاسکال دریافت میشه از این به بعد واحد فشار چی شد؟ پاسکال دیگه یه از یک نکته یک نکته دیگه در رابطه با بررسی خود فرمول هست خب این فرمول نگاه کنید زمانی که ما میخوایم فشار ما بیشتر شود یک کسر دیگه F تقسیم بر A وقتی میخوایم فشار بیشتر شود یعنی فشار ما مکزیموم شود دو تا راه داریم یا قوه را زیاد کنم فشار ما زیاد میشه یا که شما مینین که مخرج کسر باید کم کنید یعنی مساحت کم کنید پس زمانی که میخواین فشار زیاد شه یا قوار زیاد کو یا مساحت کم کن دیگه مثل همون هایی که در اول جلسه زدیم میزان فرو رفتگی در برف زمانی که شما بودهای نکتست بشید دیگه چرا بیشتر فرو میرین چون مساحت شما کمتر میشه بس فشار بیشتر میشه این نکته هم به یاد داشته باشین در حل ها خیلی از این نکته استفاده میکنیم خب شروع کنیم به حل مثال یک مثال ساده بزنیم بعد بریم سراغ بقیه مثال ها فرض کنید که جسمی به مساحت 20 متر مربع داریم پس مساحت به ما داده 20 متر مربع خب این جسم ما روی سطح زیرین خودش یک قوه برابر با 800 نیوتن وارد میکنه سعیستم به صورت عمود به ما گفته فشار رو دریافت کنید فشار اینجا برای ما مجهوله یک مثال بسیار ساده که میخوایم طرز کار فرمول بدانیم خب فرمول چی بود؟ P مساوی میشه با F بر A دیگه خب F به ما داده 800 نیوتن 800 نیوتن بر مساحتم به ما داده 20 متر مربع پس هم قرار میدیم هواستون به واحدا باشه شاید عزیز زمانی که واحد ما متر مربع و نیوتن باشه ما میتونیم فشار بر حسب پاسکال دریافت کنیم خب اختصار رو انجام میدیم میگیم که یک صفر از پایین با بالا اختصار میکنیم 80 تقسیم بر دو هم که برابر با چهل میشه واحدش چی بود همین الان گفتیم آفرین بر شما واحدش پاسکال پس فشاری که ایجاد میشه برابر با چهل پاسکال است خب شاگردای عزیز مثال بعدی رو با هم دیگه حل کنیم مثال رو سختتر که بریم تا بیشتر با این فرمول آشنا شویم سنگی به شکل مکعب مستطیل را که ابعاد آن دو سه و پنج متر و وزن آن 600 نیوتن است چگونه روی سطح قرار دهیم تا فشار ایجاد شده روی سطح مکزیموم شود خب به سوال فکر کنید طبق نکاتی که ما به شما عزیزان گفتیم خب این سوال با هم دیگه حل کنیم خب ما یک سنگ داریم به شکل مکعب مستطیل فرض کنید که این سنگ ما هست دیگه به شکل مکعب مستطیله شما میدانید که ابعاد مکعب مستطیل به این صورته که A, B و C سه تا ابعاد داره خب به ما گفته وزن 600 نیوتن ها. وزن به ما داده که همان قوه وارده 600 نیوتن گفته چیکار کنیم چیگونه روی یک سطح قرار دهیم تا فشار ایجاد شده مکزیموم شود خب شاید عزیز فرمول با هم می فرمول چی بود؟ پی مسایی بود با F بر A خب توجه کن ما به شما گفتیم که زمانی که فشار میخواد که ماکسیموم شود یعنی بیشترین فشار ایجاد شود یا باید قوه زیاد شد یا سطح کم شود صحیح خب اینجا که قوه تغییری نمیکنه چون وزنش ثابته دیگه وزنش همون 600 نیوتن پس ما کاری به قوه نداریم چی باید تغییر کنه سطح باید تغییر کنه سطح ما باید کمترین مقدار داشته باشه تا فشار ما مکزیموم شود خب سطح نگاه کنید شما مکمل سطحی که وقتی روی یک سطح قرار میدیم این سطح زیرین ما یه قسمت میشه دیگه این روی زمین قرار میده در واقع یک مستطیل هسته دیگه مستطیل هم که دو تا بود داره وقتی میخوایم سطحی از کم شمه خب اباد ما ما چی داده؟ عباد گفته دو سه و پنج هسته دیگه ما باید دو تا عدد انتخاب کنیم که وقتی اینها رو در هم ضرب میکنیم چرا ضرب میکنیم؟ چون مساحت مستطیل میشه طول ضرب در عرض دیگه ما باید بیوسیر پیدا کنیم ببینیم که کدام دوتا عدد در هم ضرب کنیم که مقدار سطح من کمترین مقدار شود خب اگر شما دو رو در سه کنید شش میشه دو رو در پنج کنید ده میشه سه رو در پنج کنید پانزه میشه پس کمترین مقدار دو سه ها. یعنی شما مکب مستطیل شما بهش صورته که ای بود ما پنجه ای بود ما سه و ای بود ما هم دو هسته دیگه سعی پس کمترین فشار زمان ایجاد میشه که کمترین سطح داشته باشن یعنی دو و سه خب حالا حل میکنیم دیگه پی مساوی میشه با اف قوه ما 600 نیوتن قوه وزن نشسته تقسیم بر مساحت گفتیم باید کمترین در نظر بگیریم میشه سه ضرب در دو خب 3 ضرب در دو که برابر با 6 میشه 6 شش تقسیم بر 600 تقسیم بر 6 هم که برابر با 100 میشه 100 پاسکال میشه چیه؟ فشار ایجاد شده ای در حالت مکزیموم دیگه سوال بعدی رو ببینیم این همان سواله گفته سنگی به شکل مکعب مستطیل که ابعادش دو سه و پنجه وزنش هم که 600 نیوتنه چیگونه روی سطح قرار دهیم تا فشار ایجاد شده روی سطح مینیمم شود این دفعه میخوایم کمترین فشار ایجاد کنیم مسلما با توجه به مثال که اول جلسه زدیم شما میدانید که باید سطح ما بیشترین مقدار داشته باشه تا فشار ما مینیمم شود دیگه خب این سوال هم با هم حل کنیم خب شاید عزیز وزن ما همون 600 نیوتن ها. اف مساوی با 600 نیوتن قراره که فشار ما مینیموم شود یعنی کمترین مقدار به خودش بگیره طبق فارمول پی مساوی با اف بر ای دیگه اف که ثابته وزنش تغییر نمیکنه اینجا قراره که ای تغییر کنه زمانی فشار کم میشه که سطح ما زیاد شود دیگه سعی خب حالا به شکل نگاه میکنیم ابعادش هست دو سه و پنج این مستطیلی که کف قرار میگیره و قراره که روی سطح قرار بگیره باید مساحتش بیشترین مقدار داشته باشه پس ما نگاه میکنیم کدام دو عدد ضرب کنم در هم دیگر تا مساحت مستطیلی که اینجا دریافت میکنم بیشترین مقدار داشته باشه دو ضرب در سه شش دو ضرب در پنج ده سه ضرب در پنج پانزه در یه حالتی که بیشترین سطح ما داریم پس میگیم که اگه ای پنج باشه ای سه باشه و هم دو باشه در این حالته که فشار ما مینیمم میشه دیگه پس اطلاعات قرار میدیم پی مساحت میشه با اف ما 600 نیوتنه قرار میدیم ای مساحت ما میشه این دو تا دیگه این مستطیل این قسمت میشه دیگه صحیح سه ضرب در 5 خب سه ضرب در 5 که برابر با 15 میشه دیگه اگه شما 60 تا تقسیم بر 15 کنین برابر با 4 میشه یک صفر دیگه هم داریم پس برابر با 40 پاسکال میشه شما دیدید در حالت مکزیموم فشار ما در مثال قبلی 100 پاسکال شد اما در حالت مینیموم 40 پاسکال بر سطح خود فشار وارد کرد خب سوال بعدی رو با هم ببینیم یک مکعب آهنی با اندازه های دو در 6 میت در 10 موجوده نسبت فشار مکزیموم به فشار مینیموم دریافت کنید اینجا باید نسبت دریافت کنیم خب این سوال چه قسمی حل کنیم شما در رابطه با این سوال حل کنید تا ما روی تخت سیا این سوال با کمک شما عزیزان حل کنیم خب شاگردای عزیز باز هم یک مکعب داریم شکل مکعب اینجا رسم میکنیم یک مکعب آهنی داریم دیگه اندازه هاشم به ما داده دو ضرب داره شش ضرب داره ده عبادش هستم گفتن نسبت فشار مکزیموم نگاه کنید نسبت به این صورت نشان نسبت فشار مکزیموم به فشار مینیموم گفته برای ما دریافت کنید شاید این سوال شما پرسان کنید که اینجا که حرف از قوه به ما نزده خب قوه قوایی که این مکعب آهنی یا وزن مکعب آهنی را که به ما نداده ما چه قسمی سواله حل کنیم خب با همدیگه حل میکنیم سواله نسبت از ما خواستم خب توجه کنید میگیم که پی مکزیموم یعنی چی؟ یعنی فشار بیشتر مساوی میشه با F تقسیم بر A دیگه خب شاید های عزیز این مکعب آهنی که وزنش ثابت دیگه وزنش مثل مثال های قبل ثابت تغییر نمیکنه که ما کاری به F نداریم قراره که A ما تغییر کنه P مکزیمون زمانی ایجاد میشه که A ما مینیموم باشه P مینیموم چی میشه؟ زمانی که A ما مکزیمون باشه سعی سه این فارمون ما خب حالا جایگذاری ها رو شما اینجا اگه انجام بدید به این صورت میشه میگیم به جای پی مکزیموم قرار میدیم اف بر ای مینیموم تقسیم بر به جای پی مینیموم هم قرار میدیم اف بر ای مکزیموم اف بر ای مکزیموم خب شاگیدار عزیز اف که ثابته دیگه چون وزنی تغییر نمیکنه دیگه خب پس افار میتونیم اختصار کنیم اصلا لازم نداشتیم ده مسئله که ایف به ما بده یا نده خب افار اختصار کردیم اگر شما یک دور به دور نزدیک به نزدیک انجام بدین به این صورت میشه که ای بر A مینیموم یعنی شما اگر بخواین فشار مکزیموم بر فشار مینیموم دریافت کنید کافیه که ای مکس تقسیم بر A مین کنید دیگه خب A مکس چیه؟ A مکس یعنی بیشترین سطح ما خب اعداد نگاه مونیم دو تا عدد داریم سه تا عدد داریم کدام دو تا را در هم ضرب کنیم تا صد بیشتر شه دو شش دوازده دو ضرب در ده بیست شش ضرب در ده برابر با شست میشه دیگه پس این دو تا عدد است دیگه پس میشه 6 ضرب داره ده تقسیم بر ای مینیموم زمانیه که سطح ما کمترین مقدار داشته باشه دو ضرب در شش دوازده دو ضرب در ده بیست شش ضرب در ده که میشه پس میشه دوی ضربه در ۶ که کمترین مقدار هسته دوی ضربه در 6. خب اینجا میتونیم اختصار انجام بدیم این ۶ از پایین با بالا اختصار میشه ۱۰ تقسیم بر ۲ هم برابر با 5 میشه دیگه واحدش چیه؟ واحد نداره دیگه چون ما داریم چی حساب میکنیم؟ نسبت حساب میکنیم نسبت پی مکسیموم بر پی مینیموم میشه 5 دیگه یه از حل این سوال. خب سوال بعدی را با هم دیگه ببینیم فشار یک هزار پاسکال بر سطح صفر اشاره دو متر مربع عمل میکند مقدار قوه را مشخص کنید شاگردای عزیز وقتی که ما یک فرمول به شما میگیم پی مساوی با اف تقسیم بر ای قرار نیست که در مسئله ها فقط فشار مجهول باشه و ما بتانیم فقط اف بر ای تقسیم کنیم و فشار دریافت کنیم هر کدام از این اجزای ای فرمول ما میتونه که مجهول باشه خب این سوال با هم حل کنیم خب اطلاعات مسئله چیه؟ فشار یک هزار پاسکال پس پی یا فشار به ما داده یک هزار پاسکال بر سطح صفر اشاره دو متر مربع عمل میکند پس سطح هم به ما داده صفر اشاره دو متر مربع واحدش درسته مقدار قوه رو دریافت کنید پس اف از ما خواسته فرمول می نویسیم. پی مساوی میشه با F بر A کدامش مجهوله؟ F مجهوله قوار قصد داریم دریافت کنیم دیگه پس F برای ما مجهوله همینجا فرمول تغییر میدیم تا محاسبه ما راحت شود میگیم که اگر خواستیم F دریافت کنیم F مساوی میشه با P ضرب در A طبق قوانینی که در کس ها بلدیم P ضرب در A به همین راحتی خب F مساوی میشه با P فشار ما یک, یک هزار، هزار ضرب در این مساحت ما هم که صفر اشاره دو متر مربعه خب این اشاری ما با یکی از این صفر را اختصار میشه برابر با 200 نیوتن میشه پس قوهی که ما استخراج کردیم برابر با 200 نیوتن شد خب سوال بعدی را با هم دیگه نگاه کنیم قوه 500 نیوتن بر سطحی فشار 2000 پاسکال را وارد میکند مساحت سطح را دریافت کنیم این دفعه در این سوال ما چی مساحت مجهول هستن خب این سوال هم با هم حل کنیم ببینیم که چه قسمه حل میشه خب قوه 500 نیوتن یعنی اف ما ما داده 500 نیوتن بر سطح فشار 2000 پاسکال پس فشار هم به ما داده 2000 پاسکال وارد میکند مساحت گفته حساب کنید یعنی ای اینجا برای ما مجهوله خب فرمول هم بنویسیم P مساوی میشه با F بر A کدام مجهوله؟ A مجهوله دیگه خب فرموله همینجا یک دستکاری انجام بدیم میگیم که اگر بخوایم A دریافت کنیم A به جای P میاریم A مساوی میشه با F بر P دیگه یعنی در این مسائل سعی کنید که مجهوله به یک سمت قرار بدید و معلومه رو در یک سمت دیگه تا بتونید راحت‌تر حل کنید خب a مجهوله مساوی میشه با F قوایی که به ما داده 500 نیوتنه 500 نیوتن بر فشار ما هم که 2000 پاسکاله 2000 پاسکال خب اختصار شما انجام بدید میگیم دو صفر از بالا با دو صفر از پایین اختصار میشه 5 و 5 یک 20 به 5 هم که برابر با 4 میشه که برابر میشه با 0 اشاری 25 متر مربع باز هم تاکید میکنیم شاگرده عزیز که در حل مثال های فیزیک حتماً واحد کمیت آخرش قرار بدین چون صفر 25 به تنهایی معنی نمیده صفر اشار 25 متر مربع خب شاگردهای عزیز درس امروز ما هم به اتمام رسید ما در رابطه با فشار در این جلسه صحبت کردیم طریقه محاسبه فشار به شما گفتیم فرمولش گفتیم و مثال های مختلف در این زمینه حل کردیم یک کار خانگی برای شما در نظر گرفتیم این سوال حل کنید و به شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید سوال ببینید گفته فشاری که هنگام استادن روی زمین ایجاد میکنید تخمین بزنید چرا گفته تخمین میزنید؟ خب شما فرمول ششار چی بود؟ P مساوی بود با F بر A دیگه F چی میشه؟ قوای وزن شما میشه وزن هر کس با شخصی دیگه متفاوت هست دیگه خب سوال برای ما حل کنید و برای ما روان کنید خب شاگردای عزیز درس امروز ما خلاص شد تا درس جلسه بعد همه شما عزیزان به پاک میسپاریم موفق و پیروز باشید